در ادامه سلسله جلسات علمی با حضور مرجع عالی قطر جهان تشیع و حضرت آیت الله سید صادق حسینی شیرازی ویژه ماه مبارک رمضان در ضمن پاسخ به پرسشی اموال دولت‌هایی که معزون از فقیه جام و شرایط نباشند را مجهول المالک دانسته و امامر و دستورات چنین دولت‌هایی را فاقد وجهه شرعی دانستند از معظم الله پرسیده شد که در برخی مشاهد مشرفه نوشته شده که آب مخصوص شرب است و وضو گرفتن با آن مجاز نمی باشد وضو از آن آب چه صورتی دارد؟ حضرت آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی در پاسخ فرمودند اگر آن کس که نوشته ولایتی دارد و حاکم شرع است یا معزون از حاکم شرع است بله وضوع اشکال دارد و اگر نه حکومت هایی که شرعیتی ندارند چه دلیلی دارد چنین حکمی بدهند و آن آب حکم مجهول المالک دارد اگر فقیه اجازه نداده باشد ایشان افزودند اموال حکومت که شرعیتی ندارند مجهول المالک محسوب می شوند و امرش مربوط به فقیه جامع و شرایط است اگر فقیه, و شرایط اجازه داد اشکالی ندارد آیت الله العظمی شیرازی افزودند حکومت‌ها غالباً متولی به زور هستند و شرعیتی ندارند اما اگر یک فقیه جامع و شرایطی به این حکومت اجازه داده باشد بله نمی‌شود از آبی که اختصاص به شرب داده شده وضوع گرفت ایشان در ادامه و برای تقریب به ذهن از مفهوم فقیه جامع و شرایط به نمونه مرحوم آیت الله شیخ جعفر کاشف القتا از مراجع بزرگ شیعه ساکن نجف اشرف در ابتدای قرن سیزده قمری اشاره فرمودند و افزودند مثل مرحوم آشیخ جعفر کاشف القتا که در کتاب کشف القتا نوشته به حکومت آن زمان ایران به پادشاه ایران فتلی شاه قاجار اجازه دادم که حکومت بکند البته نوشته من قبلا نوشته من قبلا رفتم ایران و در ایران گشتم و فرد شاکی و گریانی ندیدم چه زن و چه مرد این مرجع عالی، تقلید این مرجع تقلید افسود اگر یک فقیه جامع و شرایط به یک حاکم اجازه داده باشد بله احکام و دستورات آن حاکم می شود شرعی اما اگر اجازه نداده باشد صرف این که تسلط پیدا کرده است این شرعیت ندارد در ادامه این گفتگوی علمی برخی از حاضران از مسئله فوق و ذکر در بلاد غیر اسلامی پرسیدند که این مرجع تقلید فرمودند بلاد کفر غیر اسلامی فرق می کند زیرا در آنجا بین مردم و حکومت توافق است و اگر راستی توافق باشد آنجا وضوع گرفتن از آبی که نوشته شده مخصوص شربه است اشکال دارد و آن آب مجهول المالک محسوب نمی شود